شما میتونین تمام این تمرینای بدنی یا تمرینای بیان رو یا تقویت حسای پنجگانتون رو هر کاری که میخواین باشین ازش استفاده کنین. میتونین توی تئاتر ازش بهره ببرین، میتونین توی سینما ازش بهره ببرین. اینا حرفای عامی بوده که من فکر کردم یه آدم معمولی هم اگر اینا رو بدونه و بهش آگاه باشه شاید راحت‌تر، زیباتر و تأثیرگذارتر زندگی کنه. حالا وارد یک بخش مهمتر میشیم برای من، یعنی بخش تکنیک سینما. تا اینجا هر کسی هر بهره‌ای میخواسته ببره ببره. از اینجا به بعد بیشتر کسایی میتونن ازش استفاده کنن که میخوان در جلوی دوربین بازیگری کنن یا میخوان اصلا مقوله سینما رو بهش نزدیک بشن. البته بازیگری در سینما رو. بحث تکنیک و اینکه شما چطوری بتونین از ابزاری که دور و برتون چیده شده به عنوان ابزار ثبت بازی شما بهره بیشتری ببرین. اینکه من دوربین رو بشناسم، بدونم در چه زاویه‌ای از دوربین بهتر و راحت‌تر میتونم کار کنم، چه لنزایی به کار میبرن، جلوی هر لنزی چه اندازه باید بازی کنم، بدونم اگر داره با من یک حرکتی همراه میشه به وسیله ریل و تراولینگ، بدونم من چجوری باید خودم رو تنظیم کنم. هرچند که من در سالهای خیلی دور به هم آموزش داده شده که تو کار خودتو بکن، دوربین باید خودش رو با تو تنظیم کنه و با تو هماهنگ بشه، ولی در این حال اینم در گوشم هست، حرفی که آقای شمیم بهار زده بود که خودم همه چیز رو بهتر از دیگران در مورد خودم بدونم و بهش آگاه باشم. من اگر بدونم چه لنزی هست که دارم جلوش بازی میکنم، وقت میفهمم اندازه بازیم باید چقدر باشه، چقدر خودم رو کنترل کنم یا چقدر باید خودم رو رها کنم، چه بخشی از بدن من جلوی دوربین نمایش داده میشه، آیا فقط صورتمه یا یکمی پایینتر یا یکمی پایینتر، و اندازه های مختلف از من بازی های مختلف میطلبه که این خودش یک بحث مفصل تکنیکیه. بدونم چجوری در نور به خصوصی که برای من داده شده بیستم و بازی کنم بدون اینکه عمدی داشته باشم بهش دقت کنم. اول نگاه میکنم میبینم این نور مستقیم به من میخوره، پس من کجا بیستم که سایه کمتری داشته باشم و نور بیشتری به هم بخوره. برای ثبتم جلوی دوربین، صدا بردار کجاست؟ آیا کنار پای من ایستاده و میکروفون این پایینه یا برای من هاشف گذاشتن که چطوری بتونم باهاش تا کنم، چجوری باهاش حرف بزنم، بدونم دستمو نمیتونم بزنم روی این هاشفی که به هم وصله و پنهانه. یه فیلم بی‌نظیر هست به اسم آواز زیر باران، Singing in the Rain. توی این فیلم شروع شده به تبدیل سینمای صامت به سینمای ناطق و به بهترین شکلی داره به تو یاد میده که به عنوان یک بازیگر چقدر میتونی اغراق داشته باشی یا چقدر واقعی کار کنی، چقدر باید حواست به وسایل نوظهوری که وارد سینما شده باید باشه، در این حال بتونی بازی کنی. این فیلم رو ببینین و ازش لذت ببرین و خیلی چیزها رو یاد بگیرین. بسیاری از بازیگرای موفق دنیا بازیگرایی هستن که با تجربه های تئاتری وارد سینما میشن. بسیاری از تهمت هایی که به بازیگرایی که اغراق‌آمیز بازی میکنن منوط میشه به بازیگرایی که از تئاتر اومدن. برای اینکه در تئاتر تو در اختیار همه هستی برای اینکه یک کاری به سرانجام برسه و هیچ چیزی غیر از خودت نیست، هیچ وسیله اضافه ای نداری. ولی در سینما همه چی در خدمت توه برای اینکه شکوفا بشی یا نقشی رو ایفا کنی، و این تفاوت خیلی عظیمی که در سینما هست، در بازیگری در سینما و بازیگری در تئاتر هست. گاهی اوقات به وسیله بعضیا تفکیک نمیشه و متاسفانه با همون حسی که در صحنه وجود داشته میان جلوی دوربین و گاهی اوقات خودشون دچار مشکل میشن، خودشون به عنوان ثبت یک شخصیت جدید جلوی دوربین. این از اونجا ناشی میشه که ما وقتی توی تئاتر داریم بازی میکنیم در یک فضای عمومی عام و گسترده هستیم
و هیچ چیزی وجود نداره که منو تبدیل کنه به قطعات نزدیکتر یا قطعات دورتر. در یک لانگشاتی تئاتر دیده میشه که تو مجبوری برای اینکه اولین نفر و آخرین نفر به یک اندازه تو رو ببینن و متوجه باشن نوعی بازی کنی که برای همه قابل قبول باشه، ولی جلوی دوربین تو اصلا احتیاجی به این کار نداری، تو خودت رو تقسیم میکنی و منطبق میکنی بر لنزی که برای تو گذاشتن و با اون لنز، با اون حرکت، با کوچکترین حرکت میتونی در یک ابعاد بسیار بسیار بزرگ بیشترین نشانه رو به تماشاچیت منتقل کنی. من خودم فکر میکنم که همه آدمای دنیا میتونن بازیگر بشن اگر که آگاه باشن، میتونن اینو ادامه بدن، و اگر فقط غریزی باشن و ناآگاه فقط یک بار میتونن بازی کنن. بازیگری که آگاهانه این کارو میکنه بازیگره. من میتونم مثلا با بچه یه جوری حرف میزنم، میگم چطوری؟ با مادر بچه میگم حال شما چطوره؟ من در این حال دو بار دارم بازی میکنم و این در طول روز اتفاق میفته. با مادرم که حرف میزنم میگم حال شما چطوره؟ امروز چی کار کردین؟ با سبزی فروش محلمون که حرف میزنم میگم اصغر آقا حال شما خوبه؟ با یه فاصله. پس من در طول روز مدام دارم بازی میکنم ناآگاهانه. تمام نابازیگرایی که وارد سینما و عرصه بازیگری میشن از غریزه‌شون استفاده میکنن، غریزه عکس العمل در لحظه، این که من میدونم با شما چجوری حرف میزنم، با ایشون چجوری حرف میزنم، اگر یه حیوان بیارن چه برخوردی میتونم باهاش بکنم. همه اینا وقتی یک بار میتونه اتفاق بیفته میشه نابازیگر، میشه غریزی. اما اگر تو آگاه باشی و دانش کنترل این حسات رو داشته باشی و دانش تقسیم این حسات رو داشته باشی، میتونی همیشه ازش استفاده کنی و میشی بازیگر. برای همین بازیگرایی که غریزی وارد سینما میشن تا ابد از اون غریزهشون استفاده میکنن و یک جور بازی میکنن. اما بازیگرایی که آگاهانه از غریزهشون بهره میبرن تا ابد میتونن متفاوت بازی کنن. برای همینه که من خودم یه دافعه ای دارم راجع به این که میگن نابازیگر و بازیگر. نابازیگر به نظر من اصلا وجود نداره، همه میتونن بازی کنن. بازیگر علمی، تکنیکی، آگاه هر کسی نمیتونه باشه. فقط کسی میتونه اینجوری بازی کنه که دانششو داشته باشه و آگاهانه بازی کنه جلوی دوربین. من فکر میکنم مهمترین چیز اینه که ما غریزمونو پرورش بدیم. یه سوالی بچه‌هایی که سر کلاس ها میرفتن از این یه استادی میگفتن که آیا من بازیگر میشم؟ یعنی سوال اول روز این هنرجو از استاد بازیگریش اینه که آیا من بازیگر میشم؟ و خب این جوابی که شما دادین به نظرم خیلی درست بود و میتونه کمکشون کنه که درسته، همه میتونن بازیگرشن به نظر من. همه. من برات مثال بزنم، هر جای دنیا که میرم یا در هر روستایی در هر جای دنیا که میرم حتما یه نفر دو نفر هستن که میان در گوش من میگن که ما استعداد بازیگری داریم، میشه ما رو ببرین تو سینما؟ تصویری که از این حرفه وجود داره برای همه خیلی ساده است، یعنی اینکه من، تو و بقیه میتونیم حتما بازی کنیم، ولی فقط یک بار. درسته اون بچه ها میتونن بازیگر بشن، ولی یک بار، اونم اگر بلد باشن مثل خودشون کار کنن. گاهی اوقات سختی کار اینه که تو حتی نمیتونی خودتو بازی کنی، بلد نیستی. وقتی ازت میخوان که جلوی دوربین کار کنی حتی کار روزمره‌ای که انجام میدادی برات سخت و سنگین میشه. راست میگن، میتونن بازیگرشن ولی معلوم نیست بتونن ادامه بدن. ما زمانی میتونیم از این غریزه بهره صحیح ببریم که بدونیم غریزمون قابل کنترله. مثال وقتی به ما یه خبر خوش میدن. الان اگر نبید به تو یه خبر خوش بدن، به طور اغراق آمیزش چیکار میکنی؟ اگر به طور طبیعی فکر کنی یه دوربینی وجود داره و تو باید عکس العمل نشون بدی نسبت به یه خبر خوش،
تفاوت یک حرکت اغراق‌آمیز این که من دارم نشون میدم به شما خوشحالم با اینکه از درون خوشحالم در همه چی مستطره. در شکل اغراق‌آمیزش نوید دستاشو چیکار میکنه؟ همه چیز باز میشه. همه چیز باز میشه جلوی دوربین. اما اگر آگاه باشم که من در این فضای محدود اجازه دارم خوشحالی خودم رو نشون بدم، چه اتفاقی میفته؟ به شکل محدود کار میکنم. جمع و جور و محدود. یعنی چه جوری؟ یعنی خیلی طبیعی، یعنی خیلی عادی. و ضمن این که ما همیشه جلوی دوربین در یک محدوده قرار میگیریم، محدوده‌ای که کارگردان برای ما تعیین میکنه، محدوده‌ای که لنز فیلمبردار برای ما تعیین میکنه. من ممکنه از این اغراق دستم دوتا دستم قطع بشه و تماشاچی منو نگاه میکنه با بدون دوتا دست دارم ابراز خوشحالی میکنم. اما اگر بدونم خوشحالیم در این محدوده است، ممکنه حتی اینقدر جمع جور ابراز خوشحالی بکنم. و مهمتر از همه اینا به نظر من میاد که این واقعی کار کردن امروزه در سینمای جهان بیش از هر چیزی جواب میده. دیگه اونقدر مهم نیست که شما بلد باشین با صدای خیلی بم و بلند حرف بزنی، چون تکنیک صدا اومده به کارتون. برای اینکه قدرت صداتون رو نشون بدین، میتونین همونجا که نشستین بگین من احتیاجی ندارم الان با صدای خیلی بلند حرف بزنم با شما. استحکام در صدای من مستتر میشه، پس من هی نزدیک میشم به درون خودم. چیزی که در تکنیک های قبلی بازیگری همش ابراز احساسات بیرونی بود، یعنی هرچی درون بود باید میریختیم بیرون، مثل تکنیک های خیلی خیلی مهم و پایه‌ای بازیگری مثل تکنیک استانیسلافسکی یا استلا آدلر. ولی امروز با زندگی انقدر ساده شده و مختصر شده، فقط به کار میاد که تو تمرینشو کرده باشی یا یه نفر بهت آموزششو داده باشه. دیگه در بازیگری خیلی از تکنیکای پیچیده مجبور نیستی استفاده کنی، اصلا جایی وجود نداره، تبدیل میشی به یک اغراق. امروز به نظر من میاد که تکنیک بازیگری ترکیب شده با غریزه اصلی انسان‌ها، یعنی اینکه تو ساده‌ترین واکنشات همون چیزیه که در اصل برای خودت وجود داره و حالا میای بسته‌بندیش می‌کنی، تقسیم بندیش می‌کنی، انتخابش می‌کنی که جلوی دوربین نشون بدی. برای همین بیشتر بازی‌های خیلی رئاله که تو فکر می‌کنی این مگه داره بازی می‌کنه، این که کاری نمی‌کنه، ولی همون نقشی که داره بازی میکنه انقدر دقیق و انقدر آگاهانه است که تو فکر میکنی بازی نمیکنه. و به اعتقاد من یا به سلیقه امروز من، بازی نکردن سخت‌ترین کاریه که امروز باید بازی کنی. در روم شهر بیدفاع آنامانیانی انقدر ظریف بازی میکنه و انقدر در ایتالیای پر اغراق بدون اغراق داره بازی میکنه که من بارها تو چشمش که نگاه میکردم این حرکت موج اشک تو چشماش میدیدم همیشه بغضم میگرفت و آرزو میکردم میتونستم اینجوری بازی کنم. یا رابرت دنیرو توی راننده تاکسی انقدر با ظرافت خشمی رو که از محیط اطراف توی چهرش هست با یک حرکت اینجوری نشون میداد که من بارها تمرین کردم یاد بگیرم چجوری میشه بدون اغراق بیشترین حس رو به تماشاچی منتقل کرد.